به نام یاد خدا و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: گروه داعش مسئول حمله انتحاری مسجد الزهرای کابل، محکوم کردن حمله انتحاری بر اماکن مذهبی از سوی ارگ ریاست جمهوری، پیشروی نیروهای افغان در برابر طالبان در اطراف شهر ترینکوت اروزگان، فرستادن 4000 سرباز آمریکایی اضافی به افغانستان، احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی در اثر حمله‌های هوایی سوریه. مشروع خبرها: در اثر انفجار در مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی 10 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. مقام‌های امنیتی می‌گویند که در نتیجه یک بمب‌گذاری انتحاری در یک مسجد در غرب کابل شب گذشته 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رئیس تحقیقات جنایی قمندان امنی کابل میگوید دو مهاجم انتحاری که میخواستند وارد مسجد شوند، پس از شناسایی توسط پلیس به آشپزخانه مسجد پناه بردند و پس از 10 دقیقه درگیری با پلیس مواد انفجاری همراهشان را انفجار دادند که در این رویداد 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی، حاجی رمضان حسینزاده، یکی از تاجران ملی و یک مسئول پلیس، در جمع کشته شدگان روی دادند. مقام های امنیتی میگویند که در نتیجه یک بمب‌گذاری انتحاری در یک مسجد در غرب کابل شب گذشته 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها، نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله کشور، گفته است بمب‌گذار مظنون قصد داشت وارد مسجد الزهرا شود که با ممانعت پلیس مواجه شد و سپس درگیری صورت گرفت. گفته شده مهاجم پیش از منفجر ساختن یک بمب به سوی آشپزخانه مسجد دوید. وحید مجروح، سخنگو و رئیس رابطه بین‌المللی وزارت صحت عامه کشور، شب گذشته در صحبت با رسانه ها گفت که 2 کشته و 6 زخمی از آنان ثبت شدند. بر اساس گزارش ها، گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این رویدادها در حالی صورت گرفت که در حملات مشابه به این در گذشته، در حمله بالای مسجد شیعیان در ماه نوامبر 20 تن کشته شدند و همچنان در حمله دیگر در جریان تظاهرات عمدتاً شیعیان در کابل که از سوی جنبش روشنایی سازماندهی شده بود، در ماه جولای بیش از 80 تن جان دادند و داعش مسئولیت این دو حمله را نیز به عهده گرفته بود. محمد سالم الماس، رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل، میگوید دو مهاجم انتحاری که میخواستند وارد مسجد شوند، پس از شناسایی توسط پلیس به آشپزخانه مسجد پناه بردند و پس از 10 دقیقه درگیری با پلیس مواد انفجاری همراهشان را انفجار دادند که در این رویداد 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. و گفته وی، حاجی رمضان حسین زاده از بزرگان قوم و یکی از تاجران ملی و یک مسئول پلیس در جمع کشته شده های رویداد اند. این در حالی است که کابل پایتخت کشور در این روزها شاهد این چنین رویدادها بوده که در نتیجه آن شمار زیاد از همشهریان ما کشته و زخمی شدند. ریاست جمهوری و کشور حمله بر مسجد الزهرا در کابل را محکوم کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه رویداد شب گذشته مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل را محکوم کرده است. در یک اعلامیه آمده است که توریستان با سلسله جنایات ضد دینی و بشری شب گذشته نمازگزاران و عبادت کنندگان را هدف حمله توریستی قرار دادند که از اثر آن شماره از افغان ها کشته و مجروح گردیدند. مقامات قمندانی امنیه کابل گفتند که در رویداد شب گذشته در مسجد الزهرا 4 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. این در حالی است که مسئولیت این حمله را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه رویداد شب گذشته مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل را محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که ترورستان با سلسله جنایات ضد دینی و بشری شب گذشته نمازگزاران و عبادت کنندگان را هدف حمله تروریستی قرار دادند که از اثر آن شماری از افغانها کشته و مجروح گردیدند. در اعلامیه گفته شده است که جنایتکاران از اول ماه مبارک رمضان تا اکنون بار دست به جنایات خونین زده و فاجعه بشری خلق کردند. در اعلامیه همچنان گفته شده که رئیس جمهور غنی طی تماس‌های تلفنی جداگانه با محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه و محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح، بابت رویداد تروریستی شب گذشته ابراز همدردی نموده است. به نقل از اعلامیه، رئیس جمهور افغانستان به جنرال مراد علی مراد، معاون ارشد امور امنیتی، و محمد معصوم استانگزی، رئیس عمومی امنیت ملی کشور، دستور داده تا تدابیر لازم امنیتی را جهت خاکسپاری کشته شده ها و مراسم فاتحه روی دست گیرند و همچنان در تامین امنیتی بیشتر اماکن عبادی تدابیر جدی اتخاذ کنند. مقامات قماندانی امنیه کابل گفتند که در رویداد دیشب در مسجد الزهرا 4 تن کشته و 8 تن زخمی شدند.
این در حالی است که مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. حمله بر مکانهای مقدس به هدف ایجاد تفرقه صورت می‌گیرد. شورای علمای افغانستان حمله بر مساجد و اجتماعات بزرگ مردمی را خلاف ارشادات دین اسلام دانسته و هدف از این کار را ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب در این کشور عنوان می‌کند. این در حالی است که شب گذشته مهاجمان مسلح بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل حمله کردند و تلفات را به نمازگزاران در این مسجد وارد کردند. این حمله از سوی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نیز تقبیح شده است. در این حال مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است. شورای علمای افغانستان حمله بر مساجد و اجتماعات بزرگ مردمی را خلاف ارشادات دینی اسلام دانسته و هدف از این کار را ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب در این کشور عنوان می‌کند. مولوی محمد قاسم حلیمی ضمن تقبیح حمله شب گذشته در مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل در این مورد به رسانه‌ها گفت حمله بر انسان‌های بی‌گناه جرم است و به خصوص در مساجد حین عبادت در سجده و رکوع را به شدت تقبیح می‌کنیم و کسی که این عمل را انجام داده است جانی، قاتل، ظالم و از اصول انسانیت به دور می‌دانیم و اینها می‌خواهند با این اعمالشان میان مردم و مذاهب تفرقه ایجاد کنند. این در حالی است که شب گذشته مهاجمان مسلح بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده و تلفات را به نمازگزاران در این مسجد وارد کردند. این حمله از سوی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نیز تقبیح شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است که تروریستان تلاش دارند تا از طریق حمله بر مساجد و نشست‌های سیاسی به تفرقه میان اقوام دامن بزنند. ریاست اجرایی نیز حمله بر مسجد الزهرا در منطقه دشت برچی را یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده است. وزارت داخله افغانستان صبح امروز در مورد تلفات برخواسته از این رویداد به خبرنگاران معلومات داد. مراد علی مراد معین امنیتی وزارت داخله در محل رویداد حضور یافته و در مورد چنین گفت: در حادثه‌ای که شب گذشته رخ داده است حدود 5 نفر شهید و 6 نفر هم زخمی داریم. ما در این ساحه چون بسیار نزدیک بودیم و نیروهای امنیتی کافی در اینجا موجود بودند، یکی از نیروهای پلیس ما مستقیما مانع دشمن شد که داخل مسجد شود و توانست جان صدها از هموطنان ما را در داخل مسجد نجات دهند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است. این بار نخست نیست که حمله بر یکی از مساجد در شهر کابل صورت می‌گیرد، بلکه قبل از این نیز حملات مشابه در کابل و شماری از ولایت‌های کشور صورت گرفتند. وزیر خارجه ایران حمله بر مسجد الزهرای کابل را محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ریاست جمهوری ایران حمله انتحاری شب گذشته در مسجد الزهرا را به شدت محکوم کرد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران با دولت، ملت و خانواده قربانیان جنایت شب گذشته کابل ابراز همدردی کرد. قاسمی افزود در شب ماه رمضان توریست‌های مزدور با شکستن حرمت ماه پروردگار و حمله به عبادت کنندگان در خانه خدا، آن هم به نام اسلام، به جنگ مسلمانان رفتند و نشان دادند چگونه آمران و عاملان ترور، خشونت، مرگ و جنایت همه مرزهای عقیدتی و اخلاقی را در می‌آورد و تشنه خون انسان‌های بی‌گناهند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرده که وقایع توریستی پی در پی در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور مظلوم و مردم ستم دیده آن یکی از اهداف هرج و مرج طالبانه و آشوبگرانه توریستی است و تأکید کرد که از این دو لزوم هوشیاری هرچی بیشتر دولت و ملت افغانستان و دیگر دولت‌ها و ملت‌های خیرخواه و سلدوس را برای همکاری و هماهنگی روزافزون برای مبارزه با این گروه‌ها طلب می‌کند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. خداوند نگهدار.